خیلی سعی میکنم فکر نکنم راجبش، نه به این معنی که برام مهم نباشه. به هر حال هر فیلمسازی، هر آدمی از اینکه کاری که کرده مورد استقبال قرار بگیره خوشحال میشه، ولی اصولا سعی میکنم که برای خودم توقع ایجاد نکنم. اگر اتفاقی افتاد خوشحال میشم، اگر نیفتاد چیزی رو از دست ندادم. Tu vis avec quelqu'un? Tu t'es pas demandé pourquoi je te fais venir officialiser le divorce? Il est arrivé? Ouais. Depuis que je suis née, ça fait trois fois que ma mère change de mec. J'ai pas envie de voir ce con à chaque fois que je rentre chez moi. Ta mère a le droit de vivre avec qui elle veut. این سوالیه که از من خیلی پرسیده میشه که حالا که اومدین بیرون از ایران داریم فیلم میسازین، آیا چیزی عوض شده؟ آیا حالا که محدودیت‌ها کمتره یه جور دیگه فیلم میسازین؟ مثالی که میتونم بزنم اینه که شما شیوه راه رفتنتون رو وقتی 40 سال یک جوری راه میرین، یه دفعه وقتی میرین توی فضای دیگه شکل راه رفتنتون عوض نمیشه. اون فضا حتی اگه فضای صافتر و کم خطرتری باشه همون جوری مثل پیش از این، چون عادت کردین راه بریم. Soit tu gardes ça pour toi et tu viens calvaire jusqu'à la fin de ta vie. Soit tu dis tout à ta mère. Elle a le droit de savoir. مردم ایران ناراحتیشون و واکنششون به فیلم آرگو به خاطر این نیست که این فیلم اومده راجع به مسئله‌ای که داخل ایران اتفاق افتاده یا اشغال گرفتن سفارت آمریکا ساخته این فیلم را، هیچ مشکلی با این ندارن. What happened? Six of the hostages went out a back exit. Where are they? The Canadian ambassador's house. حتی مشکلی ندارن که چرا راجع به اون کسایی که سفارت رو گرفتن تصویر اونا رو اینجوری نشون داده، چون اونا یه عده‌ای بودن که خودشون باید خودشون دفاع کنن. این چیزی بود که مردم ایران رو اذیت کرد. فیلم‌های توی سینمای ایران فیلم‌های زیادی ساخته میشه، مثل همه جای دنیا بخشی از این فیلم‌ها فیلم‌های مردم پسند هستن و یه تعداد اندکی هستن که فیلم‌هایی هستن که لایه‌های دیگری هم دارن و عمیق‌تر هم و تماشاگر رو به فکر می‌برن و اونها هم که تازه بخشی از اونها هم که سفر می‌کنن و متأسفانه بخشی از فیلم‌های خوب هنوز در واقع ناشناخته است. فیلم‌های خوب ایرانی و فیلمسازهای خوب ایرانی هنوز ناشناخته‌اند در دنیا متأسفانه.